گزیده ای از گزارشات و خبرهای کارگری در این هفته. سلام و درود بر شما بینندگان عزیز و شنوندگان برنامه‌های رادیو پیام کانادا. امیدوارم سلامت و تندرست باشید. این هفته هم در خدمت شما دوستان هستیم جهت تقدیم برنامه اخبار و گزارشات کارگری شنبه 16 الی جمعه 22 بهمن 1400. لطفاً تا انتهای این برنامه ما را همراهی کنید. خاتمه اعتصاب و تجمعات اعتراضی 13 روزه کارگران پتروشیمی رازی پس از بازگشت به کار همکارانشان. روز شنبه 16 بهمن کارگران ممنوع الورود پتروشیمی رازی بر سر کارشان بازگردانده شدند و همکارانشان پس از 13 روز اعتصاب و تجمعات اعتراضیشان خاتمه دادند و روز یک شنبه 17 بهمن ماه بر سر کارشان بازگشتند. شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت گفته است به دام تفرقه نیفتید، همه ما کارگریم. در روزهای اخیر با تحریک برخی عناصر شناخته شده تنش‌های میان کارگران از شرکت نفت ایران در منطقه نفتخیز جعفر ایجاد شده و با کمال تأسف برخی از همکاران ما که از مناطق غیر بومی آمده اند مورد تعرض و توهین قرار گرفتند. بحث بر سر این است که چرا کارگران غیر بومی به جای کارگران بومی استخدام شده اند. به عبارت دیگر بخشی از کارگران که بیکار هستند مقصر این وضعیت را هم طبقه های غیر بومی خود می دانند، نه نظام و سیستمی که بر جامعه حاکم است. اگر نگاه کنید رسانه های دولتی هم مدام دارند با تبلیغ این که فلان درصد از کارگران غیر بومی هستند و درصد کمتری بومی به این تفرقه دامن میزنند. ما یک طبقه ایم. متحدانه گریبان حاکمین مفتخور را بگیریم و فریاد بزنیم که زندگی تک تک کارگران چه بیکار و شاغل چه بازنشسته باید به خوبی تامین شود. زندگی انسانی حق تک تک. اعتراض کارگران شهرداری کوتاه‌عبدالله در روز دوشنبه 18 بهمن برای باری دیگر برای انعکاس صدای اعتراضشان نسبت به عدم پرداخت 3 ماه حقوق و حق بیمه در مقابل شهرداری این شهر در استان خوزستان تجمع کردند. در همین روز کارگران فضای سبز شهرداری شهر یاسوج نسبت به عدم پرداخت 10 ماه حقوق در مقابل ساختمان شورای شهر برای چندمین بار دست به تجمع اعتراضی زدند. اعتراضات کارگران مخابرات اصفهان با برپایی تجمع در مقابل اداره مخابرات روز دوشنبه 18 بهمن ماه جمعی از کارگران شرکتی مخابرات اصفهان در ادامه اعتراضاتشان نسبت به حذف اثر انگشت و اخراج از کار دست به تجمع در مقابل اداره مخابرات اصفهان زدند و خواستار بازگشت به کار شدند. اعتراض کارگران معدن سنگ آهن ققنوس نسبت به ادامه بلا تکلیفی شغلی و معیشتی علی‌رغم وعده و وعیدهای مسئولین از جمله محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه. تجمع اعتراضی پیک‌های موتوری اسنپ نسبت به کرایه‌های پایین، شرایط کاری سخت و عدم برخورداری از تسهیلات کاری و بیمه در مقابل دفتر شرکت در تهران. روز چهارشنبه 20 بهمن ماه جمعی از پیک‌های موتوری اسنپ برای به نمایش گذاشتن اعتراضاتشان نسبت به کرایه‌های پایین، شرایط کاری سخت و عدم برخورداری از تسهیلات کاری و بیمه در مقابل دفتر شرکت در تهران تجمع کردند. بیانیه کانون صنفی معلمان ایران در محکومیت قتل فجیع مونا حیدری کودک همسر اهبازی.
کانون صنفی معلمان ایران روز پنجشنبه 21 بهمن ماه در بیانیه‌ای به این شرح در محکومیت قتل فجیع منا حیدری، کودک همسر اهوازی، در بخشی از آن آمده است که در شرایط اقتصادی اسفناک حاکم بر زندگی مردم ایران و در حالی که هر روز شاهد خبرهایی از خودکشی معلمان، کارگران و بازنشستگان و دیگر اقشار فرودست جامعه هستیم، تصاویر هولناک فاجعه اهواز جامعه در حال تلاطم ایران را با شوکی دیگر مواجه ساخت. بر همین اساس کانون صنفی معلمان ایران لازم می‌داند این نکات را به سمع و نظر مردم ایران و به ویژه فرهنگیان شریف برساند. یک، قتل منا حیدری کودک همسر اهوازی بدون بسترسازی قوانین زن ستیزانه کنونی امکان پذیر نیست. اینکه کودکی در سن 12 سالگی با اصرار خانواده و بدون اینکه از حمایت‌های قانونی بهره‌مند شود تن به ازدواج اجباری می‌دهد، سرآغاز وقایعی است که در نهایت به چرخاندن سر بریدهش در کوچه و خیابان منجر می شود. قوانین عقب مانده کنونی بیشترین آسیب‌ها را به زنان ایرانی وارد می سازد و به هیچ عنوان نه با خواست ملت و نه با عرف جامعه و نه با نگرش امروزی زنان ایرانی همخوانی ندارد. از طرف دیگر، این قوانین زن ستیزان فرصت لازم را برای برخی مردان روان پریش فراهم می سازد که با آسودگی خاطر دست به جنایات علیه زنانی بزنند که به عنوان خواهر، مادر یا همسر نخواستند در چارچوب باورهای ارتجایی و سنتی حاکم زندگی کنند. مسئولیت تداوم چنین قوانین عقب مانده ای مستقیماً بر عهده کلیت حاکمیت کنونی در ایران است. دوم، علاوه بر قوانین زن ستیزانه، ریشه دیگر تداوم چنین جنایاتی فرهنگ ارتجایی و سنت‌های زن ستیزانه در برخی مناطق ایران است. آنچه که بیش از هر چیزی می‌تواند مانع از ایجاد تداوم چنین فرهنگی در نسل‌های بعدی شود، آموزش‌های مدرن، نوین و انسانی است. دقیقاً از همین راهگذر است که تشکل‌های صنفی فرهنگیان سال هاست که نقد به آموزش ایدئولوژیک را جزی از مطالبات خود می داند. از همین زاویه مسئولیت معلمین در جهت آموزش ارزش‌های انسانی به کودکان مهم و تعیین کننده است. این مهم اگرچه با وجود سیطره آموزش ایدئولوژیک در مدارس ایران کاری دشوار و پرهزینه است، با این وجود برای جلوگیری از تکرار فجایعی همچون قتل منا حیدری لازم و ضروری است. در نتیجه وظیفه معلمان و جامعه فرهنگیان در جلوگیری از چنین فجایعی از این زاویه غیر قابل کتمان است. و اما سه، معلمان زن در طی یک دهه اخیر نشان دادند که در صف مطالبه‌گری و حق‌خواهی پیشگام جنبش معلمان هستند. حضور گسترده زنان معلم در فعالیت‌های صنفی دفاع از مطالبات زنان در جامعه ایرانی را به عنوان یکی از وظایف تشکل‌های صنفی فرهنگیان برجسته می‌سازد. در نتیجه کانون‌ها و انجمن‌های صنفی معلمان علاوه بر این که به لحاظ ماهیتی موظف به مقابله با هر نوع بی‌عدالتی در جامعه هستند، به لحاظ کارکردی باید نقش زنان معلم در انسجام بخشی و پیشروی جنبش معلمان را در نظر گیرند. بر این اساس مقابله با ساختارهای زن ستیزانه در شرایط کنونی جامعه ایرانی از وظایف تشکل‌های صنفی فرهنگیان است. در پایان، کانون صنفی معلمان ایران ضمن محکومیت قتل فجیع منا حیدری، کودک همسر اهوازی و عرض تسلیت به همه زنان ایرانی که در همه این سالها زیر فشار قوانین زن ستیزانه زندگی کرده اند، اعلام می‌دارد که مسئولیت مرگ منا حیدری و دیگرانی همچون منا با حاکمیتی است که در تداوم تثبیت و اجرای این قوانین عقب مانده اصرار دارد و علاوه بر آن با گفتمانسازی حول ارزش‌های ارتجاعی همچون ناموس و غیرت به دفاع از جنایتکاران می‌پردازد. ما هم این قتل فجیع را به شدت محکوم می‌کنیم و اعلام می‌داریم که زن ناموس هیچ کس نیست و جمهوری اسلامی و قوانین و قرون وسطایش از عوامل این گونه جنایت ها می باشند.
و اما تجمع اعتراضی فرهنگیان مریوان نسبت به بازداشت شعبان محمدی روز یکشنبه 17 بهمن ماه در پی فراخوان انجمن صنفی معلمان مریوان جمعی از فرهنگیان دست به تجمع در مقابل فرمانداری این شهرستان در استان کردستان زدند و اعتراضشان را نسبت به دستگیری شعبان محمدی عضو هیئت مدیره این انجمن به نمایش گذاشتند و خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط این معلم بازنشسته و تمامی فرهنگیان زندانی شدند. بیانیه شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در محکومیت صدور حکم 4 سال و نیم زندان برای جعفر ابراهیمی و محکومیت بازداشت طولانی مدت شعبان محمدی و محسن حسنپور که در روز 15 بهمن ماه صورت گرفت منتشر شد. در بخشی از آن آمده است که این حجم از تزویر و ریا، بیکفایتی، جهل و تعصب را در تاریخ کشورمان در مقابل با دانش و دانش آموزان به خود ندیده است. جعفر ابراهیمی و شعبان محمدی از جمله معلمانی هستند که همواره مدافع عدالت آموزشی و آموزش رایگان بر اساس اصل 3 قانون اساسی بودند و مقالات و نوشته های متعددی نیز در این زمینه دارند. آنها آموزش طبقاتی را پاشنه آشیل نظام آموزشی کشور و تبعیض آمیز دانسته و همواره تلاش کرده اند تا نسبت به این کجروی ها و ناملایمات هشدار دهند و دست های پنهان و پشت پرده جریانات راندخار از این فساد سیستمی را برملا کنند. شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران ضمن اعلام انزجار، بیزاری و محکومیت صدور حکم ناعادلانه 4 سال و نیم زندان برای جعفر ابراهیمی، بازداشت طولانی مدت شعبان محمدی و همچنین بازداشت محسن حسنپور خاطر نشان می کند. همواره و تحت هر شرایطی از خواسته ها و مطالبات واقعی معلمان، دانش آموزان و اولیای آنان دست نخواهد کشید و مصممتر از قبل بار دیگر تهاجری که در صدد از بین بردن و خفه کردن صدای حق طلبانی معلمان است را ناکام خواهد گذاشت و خواهان آزادی شعبان محمدی و محسن حسنپور و لغو حکم صادر علیه جعفر ابراهیمی و آزادی تمام معلمان زندانی بوده و در این راه از هیچ تلاشی فروگذاری نخواهد کرد. و اما در ادامه سرکوب‌ها و فشار بر فعالین صنفی اداره اطلاعات، شعبان محمدی به سنندج منتقل شد، همچنین عزیز قاسمزاده به دادگاه احضار شد، خبات دهدار از فعالین کارگری سنندج دستگیر شد، اصل محمدی فعال کارگری به 1 سال و 8 ماه حبس محکوم شد، احضار و بازجوی اقبال شبانی، رامین کریمی و عیسی مرادی از فعالین کارگری سنندج به اداره اطلاعات را نیز میتوان نام برد. اعمال فشار به نسرین جوادی از اعضای اتحادیه آزاد کارگران ایران که طی ابلاغیه‌ای توسط شعبه یک اجرای احکام دادسرای ناحیه 33 تهران برای اجرای حکم طویل المدت 7 سال زندان احضار شده است. همزمان و برای اعمال فشار بیشتر ابلاغیه نیز برای وثیقه گذار وی صادر شده که چنانچه ظرف مدت 1 ماه نسرین جوادی برای اجرای حکم مراجعه نکند وثیقه وی ضبط خواهد شد. نسرین جوادی کارگر سابق شرکت تجهیزات پزشکی و بازنشسته تأمین اجتماعی است که در تجمع روز جهانی کارگر سال 98 در مقابل مجلس دستگیر شد و پس از 29 روز بازداشت به قید وثیقه آزاد گردید. سپس توسط قاضی افشاری در شعبه 26 دادگاه انقلاب به اتهام اجتماع و تبانی جهت اقدام علیه امنیت کشور، اخلال در نظم و آسایش عمومی و تبلیغ علیه نظام در مجموع به 7 سال زندان و 74 ضرب شلاق محکوم شد و این حکم در دادگاه تجدید نظر و دیوان عالی کشور هم عیناً تایید شده است. و اما عالی اقدام دوست بازداشت شد. عالی اقدام دوست فعال کارگری روز دوشنبه 18 بهمن ماه به وسیله پلیس امنیت فومن به اتهام تبلیغ علیه نظام در خانه خودش بازداشت شد.
این فعال صنفی که پیشتر 9 سال در زندان به سر برده، هم‌اکنون در سن 69 سالگی با حکم شعبه 2 دادسرای تومان به نیابت از دادسرای مقدس اوین بازداشت شد. برنامه این هفته را با اخبار قتل و مصدومیت‌های ناشی از کار به پایان می‌بریم. اقدام به خودکشی بهمن هاکی، یکی از کارگران کارخانه پگاه تهران واقع در کیلومتر 4 جاده قدیم کرج، به تاریخ 17 به دلیل اختلافات اداری، بی‌توجهی مسئولین حراست و عدم تمدید قرارداد کاری. به قتل رسیدن یک کارگر 45 ساله حین کار تخریب و نوسازی ساختمانی در محمد ملایری در خیابان صنعت ملایر در استان همدان بر اثر فرو ریختن دیوارها. به قتل رسیدن یک کارگر فضای سبز شهرداری فردیس چند روز قبل از بازنشستگی بر اثر تصادف. روز دوشنبه 18 بهمن ماه کارگر فضای سبز شهرداری فردیس در استان البرز به نام محرمی چند روز قبل از بازنشستگیش در مسیر رفتن بر سر کار بر اثر برخورد یک قدرو با وی بر اثر شدت جراحات در دم جان خود را از دست داد. سرویس کارگران معدن سنگ آهک آسفراین هم واژگون و 6 نفر مصدوم شدند. صبح روز سه‌شنبه 19 بهمن ماه یک دستگاه خودرو لندروور حامل کارگران معدن سنگ آهن آسفراین در استان خراسان شمالی در راه رسیدن به محل کار واژگون و 6 نفر مصدوم و به بیمارستان منتقل شدند. و آتش سوزی مرگبار چادر یک خانواده کارگر گوجه چین در روستایی در شهرستان دیر. پنجشنبه شب 21 بهمن ماه بر اثر آتش سوزی چادر یک خانواده کارگر که برای کار گوجه چینی در روستایی در شهرستان دیر در استان بوشهر به دلیل استفاده از اجاق گاز برای گرم شدنشان یک دختر بچه حدود 6 سال به علت شدت سوختگی در دمجان خود را از دست می دهد و مادرش با سوختگی 80% به بیمارستان منتقل می شود. و به قصد رسیدن یک کارگر سیمبان اداری برق پابه حین مأموریت، روز پنجشنبه 21 بهمن ماه یکی از کارگران سیمبان اداری برق شهرستان پابه در استان کرمانشاه حین مأموریت دچار برق گرفتگی شده که منجر به مرگ وی شد. هویت این کارگر مهدی حسینی عنوان شده. وی 35 ساله و دارای یک فرزند 4 ساله و ساکن شهرستان جوانرود است. عزیزان، با تشکر از اینکه تا انتهای این برنامه نیز ما را همراهی کردین. تا دیداری مجدد، سلامت و تندرست باشید و بدرود.